صدای سخن عشق، برنامه ای از مرکز جهانی مولانا و مؤسسه پرتو نور. مجری برنامه بانو گلشاد، با حضور عرفان پژوه معاصر بابک صفوت. با عرض سلام و درود بر شنوندگان رادیو ایران KIRN 670 AM، برنامه دیگه از مجموعه برنامه های صدای سخن عشق رو تقدیم حضورتون میکنیم. من گلشاد هستم و خیلی خوشحالم از اینکه بسیاری از عزیزان دوباره با ما تماس گرفتن و درباره برنامه های ما اظهار لطف و رضایت کردن. همچنین با تشکر از جناب آقای علی صنایعی که کارگردان فنی برنامه هستن و بسیار برای این برنامه زحمت میکشن. خب سلام عرض میکنم استاد عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه. ما مشتاق هستیم که داستان امروز رو بشنویم. بله، منم عرض سلام و درود دارم به شنوندگان رادیو ایران و شما خانم گلشاد. داستانی است از کتاب اول مثنوی، داستان مردی است که به سراعدل سلیمان در میگریزد و از او در واقع مدد و کمک میخواد. زاد مردی چاشتگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت عزرائیل در من این چنین، یک نظر انداخت پر از خشم و کین. گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه؟ گفت فرما باد را ای جان پناه. تا مرا زینجا به هندوستان برد، بوک بنده کان طرف شد جان برد. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی قعر هندوستان براب. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزرائیل را کان مسلمان را به خشم از بهر آن، بنگریدی تا شد آوارز خان. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. که مرا فرمود حق کامروز هان، جان او را تو به هندوستان ستان. از عجب گفتم گر او را صد پرست، او به هندوستان شدن دور اندر است. تو همه کار جهان را همچنین، کن قیاس و چشم بکشا و ببین. از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق ای وبا. توضیحی که باید در این ارتباط بدم این هستش که این داستان پیشتر هم در برخی از آثار کتب صوفیه وارد شده بوده و در واقع ریشه در ادبیات کهن عرفانی ما داره، از جمله در کتاب احیاء العلوم الدین غزالی و همچنین در کتاب الهی نامه عطار این داستان با کمی در واقع تفاوت بیان شده. ببینید، در آموزه‌های مولانا و در اساساً در کتاب مثنوی شریف، هر داستانی که مولانا مطرح می‌کنه لایه‌های گوناگون داره، یعنی یک لایه ظاهری داره و یک لایه‌های عمیق درونی داره، درست مثل فیلم‌های سینمایی که در دنیای امروز ساخته میشه.
در واقع لایه‌های گوناگون شما در یک فیلم می‌بینید. گاهی اوقات اون شخصیت‌های ظاهری باید عبور کرد و به اون معنایی که مورد نظر نویسنده یا کارگردان بوده باید پی ببریم. در آثار مولانا هم همینطوره. این داستان در واقع در پی اون داستان قبلی میاد که داستانی است در ارتباط با ترجیح نهادن توکل بر جهد. این داستان در واقع بعد از اون میاد، یعنی اینکه مولانا میخواد در این داستان بحث تدبیر و تقدیر رو مطرح بکنه. از مباحث شیرینی است که شاید برای خیلی ها سوال باشه در زمینه مسائل عرفانی. جناب مولانا میفرماید که کسب جز نامی مدان ای نامدار، جهد جز وهمی مپندار ای عیار. گاهی اوقات از نظر مولانا جهد و کوششی که انسان میکنه در واقع یک وهمی بیشتر نیستش، چنانچه در جای دیگه میگه تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند چه ماند. یعنی گاهی اوقات یک انسانی تمام جهد و تلاشش رو میکنه، تدبیر خودش رو به کار میگیره، اما در واقع براش تقدیر، سرنوشت براش چیز دیگری نوشته شده. این به معنی البته نفی اختیار و اینکه انسان باید دوراندیش باشه و پلن بکنه نیستش، ولی در مواردی استثنایی مثل این داستان مولانا این داستان رو آورده که بگه گاهی اوقات مشیت خداوند بر تدبیر و در واقع برنامه ریزی انسانی غلبه پیدا میکنه. حالا پیش از اینکه وارد تحلیل داستان بشیم، چیزی که مهمه اینه که این داستان رو مولانا در ارتباط با سلیمان مطرح میکنه، سلیمان نبی. میدونین که حالا جهت اطلاع اون دسته از دوستانی که کمتر با موضوع آشنا هستن، سلیمان نبی یکی از بزرگترین پیامبران قوم بنی اسرائیل هستش که در همه کتب توحیدی به عبارتی از اون نام برده شده و خودش در عهد عتیق خودش رو معرفی میکنه، میگه من از همه کسانی که پیش از من، یعنی همه کسان منظورش انبیا یا پیامبرانی که پیش از او در بنی اسرائیل در واقع در اورشلیم بودن، میفرمایند که من از همه کسانی که پیش از من در اورشلیم بودن برتر و بزرگتر شدم. در ادبیات عرفانی هم که حالا بیشتر بحث ما هستش، از نگاه مولانا جناب سلیمان کسی است که از او به عنوان کسی صحبت میشه که تسلط داشته بر زبان حیوانات. منطق الطیر آن خاقانی صداست، منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ میرسد آواز عشق، میرسد آواز عشق از چپ و راست، منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ کجاست؟ از دیگر ویژگی های سلیمان که راجع بهش صحبت می کردیم اینه که باید بررسی بکنیم که آیا، یعنی دو جور می تونیم به سلیمان نگاه کنیم. سلیمان پادشاهی است که عنوان پیامبری رو در کارنامه خودش داره، و یا اینکه پیامبری است که بر اریکه قدرت تکیه میزنه و پادشاهی میکنه. شاید این از موارد استثنایی است که یک پیامبر در واقع به قدرت میرسه، به منصه ظهور میرسه از نظر قدرت سیاسی، و هم پادشاهه و هم عرضم به حضورتون که پیامبر. از همین جهت مولانا هم خیلی زیرکانه و خیلی موشکافانه به قضیه نگاه کرده، و در نگاه مولانا سلیمان در واقع نمادی است از پادشاهان نیک سیرت، پادشاهانی که در پی در واقع تحکیم مبانی عدالت هستند
و در این حال فروتن هستند و همنشین مردم بینوا هستند و از همنشینی با اونها هیچ ابایی ندارند. اساساً شاه خوب دارای صفات عالی انسانی است و جایگاهی خدایی داره. در واقع شاه را باید که باشد خوی رب، رحمت او سبق دارد بر غضب. باید رحمتش همیشه، بخشایشش بر غضبش سبق داشته باشه، پیشی داشته باشه. جای دیگه باز مولانا اشاره میکنه که ببینید، نم واقعا نکات ارزشمندی است که این بزرگمرد در 800 سال پیش نگاهش راجع به یک شهریار، یک پادشاه عادل چه بوده و چگونه میاندیشیده. از نکات دیگری که مولانا در واقع یادآوری میکنه این که مردم همواره بر دین پادشاهان خود هستند و در واقع رعیت بر دین پادشاه. اگر پادشاه ظالم باشه طبیعتا رعیت هم ظالم بر دیگران، بر دیگران ظلم میکنه، و اگر پادشاه عادل باشه طبیعتا مردم هم به همدیگه ظلم میکنن. چنانچه میفرماید که خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. عزیزان، شما شنونده برنامه ما هستید، برنامه سخن عشق. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفتن چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هی. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. بسیار خوب جناب صفت عزیز، برگشتیم به برنامه، منتظر ادامه مطالب شما هستیم. بله، عرض کنم که خانم گلشاد، من نمیدونم که واقعا این قهرمان داستان ما در اون لحظاتی که اسرائیل رو میبینه به اصطلاح در هجوم چه افکاری قرار میگیره و در ذهنش به چه موضوعاتی میاندیشیده، اما میشه حد زد که احتمالاً آرزوهای بسیاری داشته که هنوز این آرزوها تحقق پیدا نکرده بس. یا شاید هم که در اون لحظاتی که با اسرائیل رو در رو میشه به سرنوشت نامعلوم خانواده خودش، همسر و فرزندانش فکر میکرده بس. یا شاید هم به دارایی ها و املاکش که بعد از خودش قراره که اینها چگونه تقسیم بشه. به هر چی که فکر می‌کرده در واقع به سوی عتخانه سلیمان می‌دوه تا بتواند یک راهکاری رو پیدا بکنه و یک نوشدارویی بر مرهم زخم خودش پیدا بکنه. حادثه در واقع حادثه بسیار بزرگه و همه ابناء بشر در رویارویی با این حادثه به هر حال دوچار ترس و هراس میشن، در حالی که خب در نزد عرفا مرگ در واقع یک حادثه وحشتناک و پرهیبتی نیست و میگه که مرگ که این جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. یعنی اینکه عرفا و مردان خدا از مرگ هراس و واهمه ندارند. خب از خود مولانا هستش دیگه که میفرماید که مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان،
او زمان دلغی ستاند رنگ رنگ. البته خب این مبحثی است طولانی که در برنامه های آینده یک برنامه رو اصلا اختصاص خواهیم داد به این موضوع، ولی خب برمیگردیم به داستانمون. بله. یکی از نکات دیگری که در این داستان وجود داره مسئله در واقع همون بحث تقدیر و تدبیر هستش، یعنی این که این قهرمان داستان ما، البته یادتون باشه ما قبلا هم خانم گلشاد اگر خاطرتون باشه خدمت شما و شنوندگان عزیز همیشه گفتیم این سخن مولانا رو که خود حکایت نقد حال ماست آن. بله. این داستان ها در واقع داستان های خود ما انسان هاست، خود مولانا است که داره برای ما بیان میکنه. این قهرمان هم که این چنین در واقع از این تقدیری که براش در واقع داره اتفاق میفته میگریزه، فلواقع میتونه خود ما باشیم. بسیاری از ما انسان ها با دوراندیشی و تدبیر و با سلاح دانایی بر این باور هستیم که هیچ مشکلی در سراسر زندگیمون امکان نداره که پیش بیاد که ما نتوانیم بر او مسلط و چیره بشیم، ولی میبینیم که با تمام دوراندیشی هایی که این قهرمان این داستان داشتش در حادثه، در رویارویی با حادثه مرگ و این مشیتی که در واقع برای او رقم خورده، چقدر در واقع پریشان شده و چقدر به عجز و پریشانی افتاده که یاد سلیمان نبی میفته و میره سراغ سلیمان که به هر حال ببینه او براش چه راهکاری رو پیشنهاد میده. در واقع مولانا در یک بیتی میگه که ترس درویشی مثال آن هراس، هرس و کوشش را تو هندوستان شناس. در واقع میخواد بگه که مردم همواره از درویشی و از فقر در هراس هستن و این هرس و کوشششون در واقع مثل رفتن اون مرد به هندوستان میمونه. بنابراین وقتی که میگیم که داستانهای مثنوی در واقع چندین لایه هستش، گاهی اوقات در ابیاتی مثل همین بیت جناب عالی جناب مولانای ما پرده از این داستان باز میکنه، بر میداره و ما را با کنه داستان یا لایه های زیرین مثنوی آشنا میکنه. عرض کنم که خب این بحث درویشی و در واقع قناعت و اینها رو خب در ادبیات ما بسیار تجلی پیدا کرده، در آثار حافظ، در آثار سعدی. سعدی جایی میفرماید که ظاهر درویشی جامعه جنده است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و نفس مرده. یعنی بعضی از مردم فکر میکنن که درویشی فقط اینه که یک کسی، یا اینکه صوفیگری نیست که یک کسی یا ریش بلندی داره و یا دلقی داره و داره تو خیابون آواز میخونه و اینا، یا اینکه رفته توی کوهی نشسته اونجا داره ذکر میگه، در حالی که آدمانی که به عالم معنا راه پیدا میکنن، امثال سعدی، امثال حافظ، امثال مولانا، در نظر اونها درویشی در واقع آنچنان که سعدی عزیز گفت دل زنده و نفس مرده است. و یا مثلا در باور خواجه شیراز حافظ عزیز میفرماید که صحبت درویشان به مثابه کیمیایی است که از پرتو آن قلب‌های سیاه تبدیل به زر می‌شود. چه دوست‌ترین بندگان در نزد خداوند درویشانند که به آنچه او داده همواره قانع و خوشنودند. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. این هم از جناب حافظ. ببینیم چی داریم، موسیقی داریم یا دکلمه، تا بعد ادامه داستان رو، تحلیل رو به پایان ببریم. پس به یک موسیقی همراه با آواز استاد اصغر وفایی گوش میکنیم و دوباره به برنامه برمیگردیم. موسیقی
چو چنگی ما تو زخمه میزنی زاری از ما نیم تو زاری میکنی ما چناییم و نوا در ماز توست توست ما چو کوهیم و صدا در ماز توست ما که باشیم ای تو ما را جان جان ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان تا که ما باشیم با تو در میان. خب به نکته پایانی، نکات پایانی در واقع نزدیک میشیم. به نظر میاد همچنان که هیچ تصویر هیچ انسانی نمیتونه، هیچ انسانی از تصویر سایه خودش فرار بکنه و اختیاری در این نداره که اون سایه اون رو دنبال بکنه یا نه. در این داستان هم قهرمان داستان ما از تقدیری که برای او رقم زده شده هیچ راه مفر و گریزی نداره و بنابراین هرچند که پیش سلیمان هم میره و او بهش به باد فرمان میده که اون ببره هندوستان، ولی میبینیم که اسرائیل میاد در هندوستان و جانش رو در هندوستان میگیره. مولانا باز یه شعری داره، میگه آن بز کوهی دود که دام کو، چون بتازد دامش افتد در گلو. گاهی اوقات هیچ گریختن از خود بی نتیجه است و هیچ محاصل و نتیجه نداره. بله، روزی شاگردی از استادش میپرسه که به نظر شما مهمترین ویژگی مشترک بین همه انسان‌ها چیه؟ استاد پاسخ میده فرار از خود. بعد دست شاگردش رو میگیره و به میدون بازی میبره که اونجا بچه‌های همسن او داشتن بازی میکردن. میگه خب حالا خوب به گفتگوی این بچه‌ها گوش کن، ببین چی به هم دیگه میگن. یکی از اونا به یکی دیگه میگه که الان نوبت منه، تو باید دنبال من بکنی. همین در واقع قایم موشک که ما در کودکی بازی میکردیم. و او پاسخ میده نه خیر، الان نوبت توه که دنبال من بدوی. استاد هم میگه همونطوری که شنیدی تمام این کودکان دلشون میخواد که از دست همدیگه فرار بکنن. آدم بزرگا هم همینطوری هستن و همیشه از حقایق و واقعیتهای زندگی دوست دارن فرار بکنن. حالا جالب اینه که خانم گلشاد، من یه داستان یادم افتاد مربوط میشه به زندگی خودم. بله. و دوران کودکی که مشغول تحصیل بودیم، حالا احتمالاً دوره راهنمایی نا بود و ما یک دیواری پشت حیات مدرسه بود، یاد گرفته بودیم هر از چند گاهی از این دیواره فرار میکردیم میرفتیم خیابون. بعد بالاخره از اونجا که این کار انقدر تکرار کردیم، یک روزی بالاخره به دام افتادیم و مدیر مدرسه در واقع ما رو دید و ما رو به اصطلاح به خط کرد و هم دو سه نفر رو گفتش که برای چی از دیوار فرار میکردین. حقیقتش این که ما در اون زمان هیچ پاسخ مشخصی برای این مدیر محترم نداشتیم که در واقع ما از چی فرار میکردیم. اما حالا بعد از گذشت این همه سال و خوندن این داستان مولانا به این نتیجه میرسیم که یعنی من به این نتیجه رسیدم که ما نه از مدرسه فرار میکردیم و نه از معلم و نه از درس، بلکه از خودمون در واقع میگریختیم. اینه که مولانا میگه از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق
ای وبال. و این شعر در واقع بیانگر همین مفهوم و همین نظریه است. درسته، کاملا. این و این یک موضوع فطری هست و شاید هم برگرده، من از شما سوال میکنم، شاید برگرده به عدم شناخت خود انسان. شاید برای همین هست که در تمام مبانی ها و ایدئولوژی ها و تفکرات روانشناسی حتی امروز انسان رو به شناخت خیشتن تشویق میکنن، چون فرد وقتی خودش رو نمیشناسه میخواد از خودش فرار کنه و شعرا خیلی درباره به اصطلاح فرار از خود، حتی روی واژه سایه شعر گفتن، چجوری یه کودک در کودکی خودش میخواد از سایه خودش فرار کنه. من خودم هم یه شعر دارم، یک سایه بود و یک خودم، که در حال فرار و گریز از این سایه هستم و در آخر با این سایه دوست میشم. این یه حالت روانشناختی تقریبا داره. بله، در هر حال به قول الکسیس کارل میفرماید که انسان موجود ناشناخته است دیگه، یعنی انسان در همه شرایط مختلف، در شرایط مختلف، در زمانهای مختلف میتونه نسبت به یک موضوع واحد عکس العمل های مختلفی را از خودش ارائه بده. در هر حال همین خودشناسی ها برای همینه دیگه، کسی که خودش رو بشناسه با دنیای درون خودش، با عرفان از طریق همین داستان های مولانا، ما میتونیم به خودشناسی و به معرفت و نفس در واقع دست پیدا بکنیم. بله، همینطوره. حالا شما به این جوان ها نگاه کنید، به جوان های امروز که در واقع چجوری خودشون رو از خودشون فرار میکنند، با انواع و اقسام ترفند های مختلف، با حیله های مختلف در واقع انسان میخواد از خودش فرار بکنه. میگم مخصوصا بخش جوانان با انواع اقسام این مواد مخدری مثل ماریجوانا و نمیدونم بنگ و حشیش و اینا. اصلا خود مولانا هم در این مورد میگه، میگه که خاصیت بنهاده در کف حشیش، کو زمانی میرهاند از خودیش. اینها همه برای اینه که لحظاتی این انسانها از خودشون فرار بکنن. حالا شما به این انواع اقسام بارها و مشروب فروشی ها نگاه بکنید که شبانه روز صدها هزار انسان دارن اونجا میرن یک جرعه میزنند و گلوی تر میکنند که زمان رو به دست فراموشی بسپارند و خودش رو فراموش بکنند. شما به لاس وگاس برین، من اخیراً از اونجا اومدم، احساس میکردم که در واقع در این کازینوها اینها در واقع بردگان مسخ شده تاریخ معاصر هستند که در برابر این دستگاه‌های قمار به سرعت در حال باختن زندگی و اتلاف وقت هستند. چه تعبیر جالبی. و میخوان از خودشون فرار بکنن. بله. بنابراین ما انسان‌ها قدر زمان رو نمی‌دونیم، در حالی که مولانا تأکیدش بر زمانه. قدر جان زان می‌ندانی ای فلان، که بدادت حق به بخشش رایگان. این زمان رو ما برای این قدرش رو نمیدونیم که به ما مفت و رایگان در واقع این زمان رو عطا کردن. بله استاد، انقدر این تفسیر داستانها شیرین هست که آدم متوجه گذشت زمان نمیشه. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. در اینجا شما و همه شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منورم، آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بوی می گرفتم، تا وجود مولانا برمزد، روان شد، اکنون می رود خوش و تازه و خرم.